خانم ها آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. در ابتدای برنامه، عمیانان گرامی، لازم میدونم سپاسگزاری کنم از همه محبت هایی که نسبت به من انجام میدید، چه از طریق فکس، تلفن و ایمیلی که جدیدن مجبور شدم اون رو عوض بکنم و باز هم شاید در آینده نزدیک باز این ایمیل رو هم عوض بکنم. اما در ضمن یک خواهش هم دارم، همه دوستانی که برای تظاهرات گاه و بیگاه خودشون برای من ایمیل میفرستن و اصرار دارن که این برنامه های تظاهرات یا نشست های پالتاکی یا مسائل دیگر رو من در برنامه منعکس بکنم، باید ازشون صمیمانه عذرخواهی کنم. برنامه من فقط 50 دقیقه است، همینانی گرام، و در این 50 دقیقه من سعی میکنم به عمده ترین مسائلی که به نظر خودم میتوانه گوشه هایی از زندگی مظلوم مردم مظلوم میهن ما رو منعکس بکنه در این برنامه انعکاس بدم. بنابراین وقت یعنی که من به این مسائل بپردازم اصلا وجود نداره و این دلیل بر این که من نسبت به این مسائل بی‌اعتنا هستم نیست، چون بعضی از دوستان عصبی میشن، با من تماس میگیرن و گلایه میکنن از این که ما برای شما برای تظاهراتمون در شهرمون یا در کشورمون ایمیل فرستادیم، فکس فرستادیم و شما اینو مسائل رو منعکس نکردید. من قبلا پوزش میخوام و این موضوع رو هم یادآوری کنم که من واقعا فرصتی برای پاسخ دادن به ایمیل ها و این که در فیسبوک جواب بدم به محبت های بیشمار کسانی که برای من مطلب مینویسن ندارم. من به تنهایی بایستی برنامه های تلویزیونی خودم رو تدوین کنم، جمع آوری کنم و همچنین در رادیو. بنابراین من از این نظر هم از شما صمیمانه عذرخواهی میکنم. چند روز دیگر، یعنی برای ما 3 روز دیگر و برای مردم میهن ما شاید 2 روز دیگر، میدونید روز جمعه صبح انتخابات پارلمانی در ایران انجام میشه. در این انتخابات رهبر روزخانها و سپاه پاسداران و بسیج، اراذل اوباش وابسته به بسیج و همه ارگانهای امنیتی رژیم بسیج شدن برای اینکه یک انتخابات فرمایشی تر از تمام انتخاباتهای قبلی در ایران انجام بدن و اون طویله مجلس شورای اسلامی رو، این رو من با استناد گفته های همین نماینده دولت که گفت اینجا طویله است دارم خدمتون عرض میکنم، این مجلس رو پر کنن از ذوب شدگان در ولایت. بارها شما دیدید که مثلا جز شعارهای انتخاباتی در همه کشورها، حتی مستبدترین کشورها، این موضوع میاد که کاندیداهای نمایندگی مجلس برنامه های خودشون رو برای مردم هر کشوری شرح میدن، در برنامه های خودشون در مورد هر شهری، هر شهرکی به این موضوع ها اشاره میکنن که در این شهرک و شهر ما چه مسائلی مبتلا به عمومه و اگر ما به مجلس بریم چه برنامه هایی برای بهبود زندگی این قشها در نظر میگیریم. اما در کشور بلازده ما که در یک انقلاب بزرگ اسلامی یه عده روزخان حاکم شدن و یک عده اراذل اوباش، از همون ابتدا شرط شرکت کردن در این مجالس شورای اسلامی
تبعیت و ذوب بودن در ولایت. خمینی هم گفت برای ما تعهد مطرحه نه تخصص. و چندین بارم گفت برن گمشن اینا، ما دکتر احتیاج نداریم، ما متخصص احتیاج نداریم، ما با همین طلبه ها هم دکتر درست میکنیم، هم متخصص درست میکنیم و هم مملکت رو به باد میدیم که دادن. به باد دادن من گفتم. راست میگه، دکتر درست کردن که میاد میگه در درجه اول خداوند متعال و آقا امام زمان باید این مریض رو شفا بده. ما کاری نیستیم، دکتراشو ایناست. اگر ما در گذشته تک و توک دکترای بیوجدانی داشتیم که در شکنجگاه ها یا در بزنگاه های تاریخی مثل پزشک احمدی با آمپول هوا آدم میکشت، ولی الان هزاران پزشک اینا به وجود آوردن. من به پزشکای شرافت من کاری ندارم، از همین اراذل و اوباش که اسمن پزشکن، از همین اراذلی که بدون کنکور به دانشگاه رفتن و پزشک شدن، متخصص شدن، مهندس شدن، ولی شعور یک شاگرد فنی رو ندارن. یه داستانی رو براتون بگم همین الان. یه آقایی که متخصص امور فنی، حالا تخصص دقیقش رو نمیگم برای اینکه برای خانوادهش مزاحمت ایجاد نکنه، در آلمان تحصیل کرده، چند روز پیش با من تلفنی صحبت میکرد. پس از طی مدارج عالی از آلمان، یعنی در دانشکده فنی بزرگترین دانشگاه های آلمان شاگرد اول بوده بین آلمانی ها با تخصص فوق عالی، تحصیلاتش تموم میشه. سامان جان خواهش میکنم بگو صدای خودی کمتر بشه. تخصصش تمام میشه و میره ایران. در ایران ایشون رو استخدام میکنن. هفته اولی که در اونجا استخدام شد و در یک سازمان دولتی، ایشون رو اون مسئول نمیدونم مسائل حفاظتی اون دستگاه یا اون وزارتخونه بهش میگن که شما تو نماز روز شرکت نمی کنید. میدونید نماز روز چیه جویه؟ شما کارمندان ساعت 9:30 ده میان سر کار و بعد از ساعت 11 ادارات خالی میشه، برادران متعهد انقلابی میرن تو صف نماز از ساعت 11 تا حدود ساعت 2:30 که این چرت قیقوله اصطلاحی بعد از نمازم انجام میدن، بعد میان سر کار یکی دو ساعتم ارباب رجوع این بر اون بر پاس میدن و این کشوها رو میکشن. اگر پولی که تو این کشوها گذاشتن، من همه کارمندار رو نمیگم، این برادران انقلابی رو میگم، پولی رسید که کار ارباب رجوع رو انجام میدن، وگرنه پرونده یا گم میشه یا شما رو تحویل میدن به هفته دیگه، ماه دیگه، سال دیگه. تو میبینید برای یه پرونده که یک روزه یک ساعته میشه شما کارشو انجام بدید، یا یک سال شما رو میدونه. این از خاصیت‌های حکومت انقلابی اسلامی که قرار کشورهای دنیا، کشورهای مسلمان و کشورهای جهان سوم همه از اون یاد بگیرن، اون بشه سرمشقشون. حالا این برادر غیر انقلابی که مدارج عالی ترقی رو، یعنی مدارج عالی علمی رو تکرار کرده، رفته ایران همونطور که گفتم. هفته اول ایشون در نماز جمعه، در نماز روز شرکت نمی کرده، آمدن بهش تذکر دادن شما باید در نماز جماعت سازمان شرکت کنید. ایشون میره یکی دو دفعه دیر میرسه، میره توی صف نماز وای میسه و وقتی که همه نمازشون تموم میشه، با وجود که دیر رفته بوده، ایشون نمازش تموم میشه. بعد از یه مدتی ایشون رو به قسمت حراست صدا میکنن و شروع میکنن سینجین کردن ایشون. اصلا کاری به تعهدش ندارن،
تخصصش، که این تخصص در عالی ترین فرم خودشه و این آدم میتونه برای اون مملکت بسیار مثمر ثمر باشه. اینا رو کاری نداره. سینجینی که از ایشون کردن و ایشون با من صحبت میکرد اینه که شما در زمانی که به توالت میرین، خیلی عذر میخوام، ایستاده ادرار میکنید و این خلاف قوانین اسلامی. این یک. دوم از اون، شما چگونه مسلمانی هستی که دیر سر نماز جماعت حاضر میشی ولی با کسانی که از اول نماز خوندن نماز تمام میشه؟ پس شما این وسط حقبازی میکنی. به خاطر همین مسئله شما در اختیار کارگزینی قرار میگیری تا اولا یک فرد انقلابی بشی و بعد از اون تبدیل بشی به یک انسان اسلامی. برای این کارم برادرانی که از حوزه علمی آمدن باید رو شما 6-7 ماه کار بکنن و در این مدت هم مزدی نمیگیرید تا آمادگی پیدا کنید برای کارهای انقلابی و تعهد به ولایت. شما فکر کنید همیهنان گرامی، ایشون البته از ایران خارج شده ولی خانوادش ایرانه. شما تصور بکنید هزاران ایرانی متخصص که درد وطن هم دارن، دلشون میخواد برن تو اون مملکت، نه به خاطر این روزخانه و این اراذل و اوباش، بلکه به خاطر خدمت به اون سرزمینی که خودشون رو بدهکار به اون سرزمین میدونن. وقتی که با یک آدم عقب افتاده از حوزه های علمیه که از عهد حجره برخورد میکنن، تخصص عالی او رو در نظر نمیگیرن، فقط اشکالشون سر ادرار این آدمه و نماز خواندن، شما میخواید کسی تو مملکت بمونه؟ شما در مملکتی که یک عده اراذل اوباش حاکم شدن دارن یک انتخابات قلابی درست میکنن، از مجلسی طویلهی که تعهد اولیه اون نماینده نه به مردم بلکه به ولایت فقیه، روزخان بزرگه، شما میخواین در اون مملکت 3.5 میلیارد دلار پول رد و بدل نشه، تو جیب آقایون نره؟ در مملکتی که احمدی نژاد دلغک میگه برادران انقلابی، برادران قاچاقچی 1000 تا بندرگاه مخفی درست کردن و بسیاری از اجناس از این بنادر میره و میاد بدون اینکه دولت حق دخالت داشته باشه، شما میخواید تو اون مملکت سنگ رو سنگ بند شه؟ بعد رئیس روزخانها میگه اقتدار ملی. ما اقتدار ملی داریم. من همون روز گفتم آقای رئیس روزخانها، اقتدار ملی این نیست که شما برید توی یک کشوری در رو ببندید و به هیچ کس اجازه ندید که در مورد اون مملکت اظهار نظر کنه در داخل و روابطتون رو با همه همسایگان و با همه دنیا تق به اصطلاح از بین ببرید، منزوی بشید، ایزوله بشید و بگید ما اقتدار ملی داریم. نه، و اقتدارتون رو در این ببینید که برید پول یه ملت مظلوم رو، ثروت‌های یه ملتی رو بیاید بدید به آدم‌های تروریست‌های مثل جهاد اسلامی، مثل حماس، مثل حزب الله لبنان، مثل مقتدی اسد و مثل طالبان و بقیه اراذل اوباش، و اینها رو بندازید به جون حکومت‌هاشون و بگید ما اقتدار ملی داریم. اقتدار ملی یعنی آلمانی‌ها، اقتدار ملی یعنی ژاپنی‌ها، اقتدار ملی یعنی هند، اقتدار ملی یعنی برزیل، کشورهایی که یا از خاکستر جنگ آمدن بیرون و اقتصادی بنا کردن که جهان رو محتاج خودشون کردن و جزو ثروتمندترین کشورهای جهان شدن و دموکراسی رو پایریزی کردن. برزیل، همین برزیلی که زیر چکمه دیکتاتورها بود، تبدیل شد به یک حکومت مردمی و مردم سالار و توانست به اون حد
از پیشرفت برسه که الان جزء 5 کشوری است که قراره این کشورهایی که قبلا جزء پیشرفت کشورهای در حال پیشرفت بودن الان کشورهای پیشرفته شده، مثل هند، مثل چین. حالا فقط چین استثناست در این وسط، که اونم به دلیل اینه که 1,500,000 یا بیشتر جمعیت داره و این جمعیت رو ریخته توی بازارهای جهانی، ریخته تو کارخانجاتی که جنسی رو که شما در ایران حتی در افغانستان حتی تولید میکنید ممکنه قیمتش 2 دلار باشه ولی در اونجا 1 سنت در میاد. 1,500,000,000 نفر. البته با این بازیایی که غربیا دارن احتمال اینی که چین رو به خاک سیاه بشونن خیلی زیاده. یکی از افتخارات چین این هست که توانسته بیشترین اوراهای قرضه آمریکایی رو بخره و نبض اقتصاد آمریکا رو در دست بگیره. ولی خود چینی‌ها میدونن آمریکایی‌ها با بالا پای کردن دلار میتونن اونا رو به خاک سیاه بشونن و این واقعیته. میبینید اینه بهش میگن اقتدار ملی، یعنی اقتصاد آزاد، اقتصادی که به مردم یک کشور اجازه میده شکوفایی اقتصادی به وجود بیاره، کشوری که مردم و روزنامه ها و رسانه ها برای هر کاری جستجو میکنن، به قول شما فضولی میکنن و اجازه نمیدن یه عده اون بالا نشستن خودسری کنن. به محض اینکه کوچکترین ناراحتی به وجود میاد در بدنه حکومت و بوی حیف و میل میره، فوری یقشون میگیرن از اون بالا میکشنشون پایین. دیدید رئیس جمهوری آلمان آقای ولف بالاخره کشیدنش پایین برای خرید یک خانه ای که در زمانی که ایشون نخست وزیر یک ایالت آلمان بوده رفته از یک دوستشون یه مقداری قرض کرده برای یه مدت محدود ولی با بهره خیلی کم و بعد این بهره رو از یه بانک دیگه گرفته باز با بهره کمتر از مردم و اون پول اون خانوم رو داده، اون خانواده رو داده و این خانه رو خرید. یه خانه معمولی، خانه خیلی معمولی. اینه، اینه میگن دموکراسی. یا رئیس مجلس آلمان که الان یادم رفته اسمشو، یه خانومی شوهرش از اتومبیل دولتی برای رفتن به یه ایالت دیگه استفاده کرد و وادار به استعفاش کرد. این میشه دموکراسی. یعنی مردم به وسیله رسانه‌های گروهی نظارت میکنن بر اعمال دولت مردان. شما اینو بیاری مقایسه کنی با جمهوری اسلامی، حالا همین انتخابات مفتزهی که قرار انجام بده، یه عده اراذل اوباش 75% از سپاهیان پاسدار، سپاه قدس، زندانبانها، شکنجهگران، همشون 75% تو مجلس قبلی بودن، مجلس 8. حالا تو مجلس 9 قرار این تعداد بشه 100%. یک عده اراذل و اوباشی که صبح به صبح به قول آقای علی مطهری چشمشون به بیت رهبریه که آقا وحید اون مرده که قول پیکری که نوکر آقاست، از طهارت آقا تا مسائل دیگر ایشون باید سازماندهی بکنه. کار ایشون اینه که به این مجلس، این طویله، دستورات آقا رو راجع به قوانین ابلاغ کنه. سر همینه که میبینید مملکت به این فاجعه گرفتار شده. چقدر اینا خرج جهاد اسلامی کردن و حماس. دیدید که آقای اسماعیل هنیه و آقای خالد مشعل و بسیاری از رهبران همین حماس به محض اینکه رفتن تو تهران و تظاهرات شرکت کردن دیدن این بار پولی در جریان نیست، چون اینا تعهد ازشون میخوان که شما پشتیبان بشار اسد باید بشین. یک دوم از اون اخیراً سرخودی و یه کارهایی میکنید، به عربستان میرید، به بحرین میرید، با عربستان سعودی لاس میزنید اینا. بنابراین یا باید تابع ما باشید یا پول خبری نیست. دیدید که اینا اومدن بیرون و شروع کردن سخت‌ترین حملات رو به بشار اسد کردن. همه اینا این بور رو اونا تشخیص دادن، ولی این دولت مردان عقب افتاده جمهوری اسلامی همه توان
و تخم مرغاشون رو گذاشتن در سبد آقای بشار اسد. حکومت که داره میره، داره میره. 56 جسد دیروز گیر آوردن در هومس. 130 خورده ای نفر، خورده برای این که دقیق نمیتونه، حتی داره اضافه میشه، در عرض این 3 روزه در هومس اینو آدم کشتن. یه همچین حکومت دیگه نمیتونه، توانشو نداره ادامه بده. به همین دلیل فرار از ارتش بشار اسد بیشتر و بیشتر میشه. حالا دیگه جنرال های بالاش دارن فرار میکنن. این خاصیت حکومت های دیکتاتوریه که وقتی که بوی الرحمنش بلند میشه همه آدم ها فرار میکنن، یعنی اینور برای اینکه خودشون از مخمصه نجات بدن. کاری که با قذافی کردن، کاری که با صدام حسین کردن، کاری که با بن علی کردن، با مبارک کردن. اینه دیکتاتور. وقتی که سرپایینی سقوط میفته همه اون آدمای مجیزگو، اونا نوکر قدرتن، نه دنبال یه آدم معلول که البته معلولی هم بد نیست، چون خودش اشاره کرده من بدن معلولی دارم که در خدمت انقلاب. نخه، شما یه بدن معلولی داری در خدمت استبداد. یابو برد داشته آقای روزخان بزرگ. شما باورت شده که نماینده امام زمانی و باورت شده که این آدم ها نوکر تو هست، نه نوکر قدرت. من بارها تو این برنامه گفتم، گفتم آقای خامنه ای اولین کسانی که بهت پشت میکنن اونایی هستن که دوره ورتن. حالا اگه نکشنت شانس آوردی. اینا نوکر قدرتن. این آدمایی که صبح تاشون میان میگن جانم فدای رهبر، ما نمیدونم فدایان رهبری، اینا دروغ میگن. برای هر حکومتی این آدم، نگاه کنید این آقای عرضی، اینا همه دروغگو هستند، اینا همه در خدمت استبداد هستند، اینا همه در خدمت قدرت هستند. و به همین دلیل مجلسی که از اینها تشکیل میشه نماینده مردم که نیست. این نماینده های قلابی که تو میخوای بفرستی روز جمعه تو این مجلس که اکثریت مردم ما اون رو تحریم کردن، از کسانی که تو خودتون بودن، از همین اصلاحچی ها گرفته تا بقیه، کار به جایی رسید که رقابت بین نمیدونم احمدی نژاد و باندای اصولگرای خودتون شده. تازه تو اونا هم اختلافه. 450 میلیون تومان، گوش کنید رامیان، 450 میلیون تومان آقای صادق محصولی وزیر محترم کشور سابق که انتخابات قلابی ریاست جمهوری رو درست کرد و احمدی نژاد کشید بیرون، 450 میلیون تومان پول داده به این جمعیتی که تشکیل شده دورور مصباح یزدی. و وقتی که علی مطهری تو بحث تلویزیونی اون آقای نبویان رو یخش رو گرفته و گفته شما این پولا رو از کجا میاری، چون اون به آقای علی مطهری گفته شما این پولا رو از کجا میاری، این تبلیغات رنگی رو به در دیوار آویزون کردی، اینا همجر لو میدن دیگه. آقای مطهری گفته ما یا شما 450 میلیون تومان از آقای صادق محصولی پول گرفت، گفته بله ایشون خمس داده به ما. تا اینو گفته آیت العظما مکارم شیرازی، اون آخوند بسیار محترمی که تمام کارخانجات شکر رو از بین برد، کارخانجات قند و هزاران کشاورز و کارگران کارخانه رو ورشکسته کرد برای اینکه خودش و پسران شکر وارد کنند، قند و شکر. و آیت الله نوری همدانی، یکی دیگه از این اراذلی که یه عمامه 20 متری گشته رو کلش. این دوتا گفتن خمس، خمس به سازمان سیاسی. اینجا آخه تضاد منافع پیدا میکنن آخوندا. تا به حال شما خمس رو به سیدات، نمیدونم سید میدادید دیگه، به آخوندا نصفش بابت پول آخوندار برمیداشتن، بقیهش رو بابت ساخت مسجد و نمیدونم پرداخت حقوق به طلبه ها و از این بازی ها. اینا گفتن شما پولو به جایی که به ماها بدید بردید دادی به یه سازمان سیاسی. حالا گند جریان در اومده، یک ککی دارن همدیگر افشا میکنن.
که خب این آقای محصولی 450 میلیون تومان خمس داده، آیا مالیات هم داده؟ کدوم مالیات؟ کدوم مالیات؟ تاراج یک خبری رو براتون بخونم. روزنامه سایت تابناک، این تابناک نمیتونم براتون نشون بدم برای اینکه دوربین دیگری که به نشون بده نیست، از قول روزنامه خراسان به این مطلب توجه کنید، نوشته شنیده شده فردی به نام عین دال، اسم نمیار، اینا محترمن نباید اسمشون بیا، که با تأسیس چندین شرکت توانسته بود بیش از، گوش کنید، بیش از 20 میلیارد تومان وام کم بهره از سه بانک دولتی اخذ کند، همکنون در پرداخت اقساط خود با مشکلات مختلف مواجه شده و هنگامی که مسئولان ارشد این بانک ها مستصمیم به ضبط وثیقه های مالی وی گرفتند، مشخص شده که شعب مربوطه، گوش کنید همینان گرام، شعب مربوطه بدون اعتبار سنجی اخذ مپاسا حساب مالیاتی و سوابق بانکی چنین مبلغ میلیاردی را در اختیار وی قرار دادن و حتی او چندین فقره چک برگشتی نیز در شعب دیگر همین بانک ها داشته. 20 میلیارد تومان. حالا اگه به مقام روزخانه بزرگ میگه آقا اینا رو کش ندین، چرا؟ برای اینکه مملکت دست یک عده چپاولگره، مجلس که یک طویله است که تمام ذوب شدگان در اونن، وقتی که مقام روزخانه بزرگ میگه خفه، همه خفن، وقتی که این سر تناب و شل میکنه، اینا میان پشت رئیس اون طویله عربده میکشن، اعدام باید کردن. قوه مقننه که باید حافظ منافع مردم باشه، کسانی رو که رهبری مردمی رو داشتن که اعتراض کردن به تقلب در انتخابات، این قوه مقننه میگه اعدام باید کردن. ولی همین قوه مقننه کسانی رو که در کهریزک بچه های ما رو بردن، بهشون تجاوز کردن، کشتنشون، پرونده یک کسی که مسئول مستقیم بود، وقتی که از بین بردن مخدومه اعلام کردن، همشون خفه شدن. برای اینکه از بیت رهبری آقا وحید گفت خفه، همه خفه. این همین الان گرفت. حالا انتخابات شرکت کنن در این اقتدار ملی، کدوم اقتدار؟ کار ما به اونجا کشیده که قطر چلقوز، عربستان سعودی، این کشورهای مسخره در منطقه، عربستان داره دخالت میکنه و شرایط استقرار دموکراسی در جمهوری اسلامی رو اظهار میکنه. تو رو به خدا ببینید کار ما به کجا کشته. دولت آذربایجان 1.5 میلیارد قرارداد تسلیحات جنگی بسته با اسرائیل همین هفته گذشته. یک گزارش دارم که چگونه سازمان‌های، گزارش از بزرگترین فروشندگان تسلیحات جهان، گوش کنید، رادیو فردا گزارش داده، انستیتوی بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد گزارش سالانه خود را درباره فروش تسلیحات و خدمات نظامی بزرگترین شرکت‌های اسلحه سازی جهان منتشر کرده است. بر پایه این گزارش شرکت‌های آمریکایی مانند سال‌های گذشته همچنان بخش بزرگی از بازار صنایع نظامی جهان را در اختیار داده. انستیتوی بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم در گزارش سالانه خود از کاهش 1% فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی در سال 2010 خبر داده است. در این گزارش آمده که در سال 2010 100 شرکت بزرگ جهان بیش از 411 میلیارد دلار سلاح و مهمات و خدمات مربوطه به صنایع نظامی را به مشتریان خود فروختن. اینجا رو گوش کنید، در فهرست 100 شرکت بزرگ جهان 44 شرکت آمریکایی با فروش 346 میلیارد و 600 میلیون دلار سلاح، مهمات، تجهیزات و سرویس های مربوطه توانستند 60%
از بازارهای صنایع نظامی را به خود اختصاص دهند. این به وسیله یمن وجود حکومت جمهوری اسلامی در منطقه است که کشورهای مثل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر چلقوز، آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، همه این کشورها هجوم آوردن اسلحه بخرن. برای این که میگن این لولو جمهوری اسلامی برای ما خطرناکه. این بازی هست همینانی دارم. من اصلا به طرح توته و این حرف اصلا اعتقاد ندارم. هیچ، به هیچ وجه. ولی به روابط بازرگانی و اقتصادی کشورهای غربی و این کشورهای مثل ایران اعتقاد عمیق دارم. بی خود نیست. هی لولوی جمهوری اسلامی رو برای ما روز به روز برای این کشورهای غربی بیشتر و بیشتر میکنن. هی این کشورهای اطراف ما میرن اسلحه میخرن. برای چی؟ ولی در نهایت همینانی گرامی، اون زمانی که دیگه اشباع میشه منطقه از اسلحه، اون موقع است که مملکت ما خطر تجزیهش وجود داره. طرح بزرگی که امکان داره خوزستان ما، کردستان ما، آذربایجان ما، خوب نمیدونم بلوچستان ما در خطر تجزیه قرار بگیره. خطری که بی ارزه ترین خاندانهای سلطنتی یعنی قاجارا با وجود اون شوک اولیه که در زمان اون مردک فتحعلی شاه به وجود اومد و تعداد بیشماری از سرزمین‌های ما رفت، ولی حداقل بعد از او اونا دیگه حبسش کردن، همین چیز، همین مجموعه رو. اما در جمهوری اسلامی اینا کاری کردن که تمام کشورهای اطراف ما به جز تروریستا چشم دوختن به مملکت ما که اون رو نابود کنن. و اینا از اقتدار ملی صحبت میکنن. همینانی گرام گفتگو میکنم با آقای ایرج مصداقی. همینانی گرام امروز شنبه است. آقای ایرج مصداقی 10 سال در رژیم جمهوری اسلامی زندانی بوده. 10 سال شاهد جنایات رژیم در سال 67 بوده و جز معدود کسانی است که من خیلی ها رو دیدم، از جمله مهدی اصلانی، ایرج مصداقی، حالا با نظرات و تفکرهای گوناگون، خانم منیره برادران، اینا که از ایران آمدن بیرون و از جنایاتی که در رژیم داره انجام میشه، خانم پارسی، راجع به اینا نوشتن و ای کاش بقیه که سکوت کردن اونها هم بنویسن، چون اینها همه اسناد تاریخیه. در هر زمان، در هر حکومت، هر کس که دست به جنایت میزنه، دست به شکنجه میزنه، هر کس باشه و در هر مقام، قابل تعقیب جهانی همینان گرام. نباید از این چیزا گذشت. انسان یه شأنی داره که نباید اجازه بدیم شأن انسان مورد هدف یک عده آدمایی قرار بگیره که خیال میکنن در قدرت میتونن هر کاری بکنن. نه. به همین دلیل مصداقی بسیار از اسرار این رژیم رو که عده زیادی حتی میترسیدن راجبش صحبت بکنن فاش کرده در کتاب‌های متعدد. آقای مصداقی درود بر شما. بینندگان عزیز، آقای مصداقی یه مصاحبه شده با آقای محمدی، چه اسمش، این مردک پور محمدی، بله، ایشون رفته در یه دانشگاهی، خیال کرده راجع به انتخابات اینا سوال میکنن، تا نشسته راجع به قتل‌های زنجیره‌ای ازش شروع کردن سوال کردن که بسیار متعجب شد از دانشجوها و کار کشیدن به نمونه هایی که در اونجا آوردن و یقه ایشون رو گرفتن. ایشون هم همه رو تکذیب کرده طبق روال خود اینا، در حالی که مردک اینقدر بیشعوره که نمیدونه آیت الله منتظری اسم ایشون رو برای اولین بار آورده
و گفته که ایشون در این جنایت ها سهیم بوده. من اجازه میخوام از شما که در ابتدا اگر اطلاعاتی در مورد این آقای مصطفی پور محمدی دارید که این چه نقشی داشته در قتل‌های زنجیره‌ای و کشتارهای سر سال 67، اینو اول صحبت بفرمایید بعد میریم سر مسائل دیگه. بله، ببینید پور محمدی وقتی که مطرح کرده که من در سال 66 به وزارت اطلاعات اومدم و در وارد ضد جاسوسی بودم، اصولا در مسائل ایران استقالتی نداشتم و همچنین در جریان قصهای زنجیره‌ای قائم مقام وزیر اطلاعات بودم و دوباره در وارد ضد جاسوسی بودم، عملا در تو مسائل ایران هیچ دخالتی نداشتم. این خب واقعیت رو مطرح نمی کنه، چون همونجور که شما فرمودین در کتاب آیت الله منتظری اومده، خب خود ما هم شاهد بودیم، ایشون در یکی از اعضای فعال هیئت کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 بود که خب مسئله داخلی، مسئله زندان ها و گروه های سیاسی و گروه های مخالف. اما اون چی که پور محمدی مطرح میکنه در واقع برمیگرده به یک دیدگاهی که هم شیعه و هم سنی روی اون تاکید دارن و اون هم اصل فقهی به نام توریه. توریه یعنی دروغگویی شرعی و دروغگویی که توجیه شده است. ببینید منظور اینا توریه که عرض میکنم یه اصطلاح دینیه، در واقع متکلم از سخن خودش معنایی رو جز اون چه مخاطب میفهمه اراده میکنه. مثل این نمونه، شما برید خونه یک نفری طلبکار هستید و بعد اونجا سر و صدا کنید، همسرش بیاد گریه کنه، زاری کنه، قسم و آیه بخوره که آقا خونه نیست و خب شما فکر کنید که راست میگه دیگه، حتما نیست که اینجوری گریه و زاری میکنه، در صورتی که او منظورش آقا امام زمانه و این اشتباه شماست که تصور میکنید که او همسرش رو داره میگه. اون چیزی که پور محمدی هم میگه یا خیلی موقع اینا قسم و آیه هم که میخورن برمیگرده به این موضوع، هرچند اینا دیگه اصلا به مسائل فقهی و دینی شرعی هم زیاد پایبند نیستن بعد از 30 سال که در قدرت بودن، 33 سال و این همه جنایت کردن، اما میتونه به اینها هم اشاره بکنیم به خاطر اینکه پور محمدی و امثال هم خب دست در جنایت داشتن، برای توجیهش به هر کاری اینها دست میزنند. خمینی فتوا داد، به صراحت گفت برای اسلام، برای حفظ اسلام، برای حفظ نظام نه تنها میتونیم دروغ بگیم، گفت واجب است که دروغ بگیم و شرب خمر هم واجبه و خب جاسوسی هم واجبه. این چیزایی بود که خود خمینی گفت و اینها هم امروز از همون زاویه میان برخورد میکنن، از همون زاویه به این شکل دروغ میگه، چون خب در سال 77 هم موقعی که ایشون رو از ما جانشینی وزیر اطلاعات برکنار کردن به خاطر نقشش بود در کشتار قتل‌های زنجیره‌ای، چون ایشون اطلاع داشت. ببینید خونه آقای فروهر 24 ساعته شنود روش بود و اینها اطلاع داشتن و اتفاقا بخشی از شنود رو حذف کرده بودن و خب همه میدونستن که مگه میشه معاون وزیر اطلاعات یا جانشین وزیر اطلاعات مطلع نباشه از قتل‌هایی که تقریبا دیگه همه مردم مطلع شده بودن. این تیمی که رفته تیم فنیش بوده، تیم عملیاتیش بوده و قطعا قائم مقام وزیر اطلاعات و جانشین وزیر اطلاعات حتما مطلع بوده، حتما با نظر او بوده و این چیزی نیست که او ندونه. منتها اینها از این جنبه میان قسم آیه میخورن که گاهی حتی میبینید این روزها که میبینید خامنه‌ای میگه، احمدی نژاد میگه، مثلا ما با سلاح اتمی مخالفیم، خب فردا میتونن همین رو برمیگردونن، میگن ما در اون موقع خدعه کردیم و دشمن به دشمن ما دروغ گفتیم. بله آقای مصدقی عزیز، حالا برمیگردیم سر مسائل مربوط به زندان ها. ببینید الان از وقایع سال 67 تا به حال بجز موارد معدودی که این اصولگرایان به اصطلاح برای اینکه اون اصلاحاتچی ها رو رسوا کنن، گوشه هایی از اینی که اینا شرکت داشتن در این جنایات فاش کردن. من یادمه یه زمانی حسین شریعت مداری یه مقاله در کیهان نوشت و نوشت آقایان اصلاحاتچی ها، شما که اینقدر الان دم از حکومت و آزادی میزنین و دم حکومت مردمی میزنین و از این حرفا، یادتون رفته در اوائل انقلاب چه کارهایی کردید و چه کشتارهایی انجام دادید که ما به شما التماس میکردیم که اینقدر کشتار، یادتون هست این حرفو؟ بله من
بخشش هم میتونم بگم، چون ببینید حسین شریعت مداری رو من از نزدیک میشناسم، بارها باش برخورد داشتم در زندان چون مسئول فرهنگی زندان بود. و اتفاقا بگم حسین شریعت مداری و تیمی که اومده بودن به اصطلاح اصلاحات رو در زندان آوردن و خیلی کارهایی هم حتی در زندان کردن که خب قبلا حتی فکر کردن بهش هم آرزو بود. و اینم به من بهتون بگم حسین شریعت مداری از اونجا به اینجا رسیده، یعنی در عمل یک سری مسائل رو دیده و حالا به اینجا رسیده که فاشیستی ترین جناح‌های رژیم رو نمایندگی میکنه. اما ببینید نظام جمهوری اسلامی همه جناح‌هاش، اونهایی که در 30 سال گذشته در این حاکمیت بودن، در واقع به خوبی خودشون میشناسن، میدونن که این نظام بر شقاوت و بیرحمی و خشونت شکل گرفته و این رو هم خمینی تئوریزش کرد و نه روزمن امروز خامنه ای. خمینی پیشوای شقاوت و بیرحمی بود. ایدئولوژی خمینی، ایدئولوژی که اون شاخص و معرفش بود، توش رحم و شفقت جایی نداشت. برای همین خمینی بارها تاکید میکرد، میگفت منطق انبیا اینه که اشداء باشن و کفار و کسانی که بر ضد بشریت هستن بین خودشون هم رحیم باشن. این چیزی بود که بارها خمینی میگفت. تو شریعت خمینی و پیروانش ببینید یوم الله میگن روز مرگ و نیستیه، روز عذابه. این چیزیست که حتی آیت الله منتظری میگفتن در نهج البلاغه اومده و میگفتن ببینید یعنی خدا رو با عذاب میشناسن، با مرگ و نیستی میشناسن. میگفتن حتی خود خمینی میگفت، میگفت یوم خوارج روزیه که امیرالمومنین سلام الله شمشیر میکشه، فاسدا رو از دم تیغ میگذرونه. اینا یوم الله بود. میگفت روزی که سیل بیاد، روزی که یک بلایی بیاد، اینا روزایی که خدای تبارک و تعالی مردم رو امتحان میکنه، ملت‌ها رو امتحان میکنه، شلاق میزنه. اینا رو میگفتن یوم الله. و میگفت ما خلیفه میخوام دست بره رجم بکنه، شلاق بزنه. و این چیزایی بود که او بر اساسش نظامش رو پابرجا کرد. خود خمینی تو اون موقع صحبتش با مجلس خبرگان و ائمه جمعه من یادم هست مطرح میکرد، میگفت آقا چرا هی میرید سراغ احکام فقط نماز و روزه میرید، اینا هم بگید. اسلام شمشیر داره، آیات قتال رو چرا نمیگید، هی آیات رحمت رو میگید. بعد میگفت این قتال توش رحمته. ببینید وقتی که حتی خمینی در سال 67 اون فرمان کشتار 67 رو داد، تو اونجا تاکید کرد، ببینید گفت رحم بر محاربین ساده اندیشی، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تهدید ناپذیر اسلامیه. و اونجا تاکیدش روی بود، ببینید که با خشم و کینه انقلابی خودتون نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال رو جلب کنید، یعنی این رضایت رو در اون میدید. میگفت نبایستی وسوسه و شک و تردید کنید. به همین دلیل بود در کشتار 67 حتی روز 15 مرداد من شاهد بودم ناصر منصوری رو که قطع نخایی بود و حتی رو پا بند نبود، رو تخت خوابیده بود، با برانکارد بردندارش دادن و مسئول بهداری خودش بود، فردی بود به نام بیاض. من اونجا نشسته بودم و میدیدم که ناصر دوست من بود، یا بچه های دیگه که حتی مثل محسن محمد باقر که خب فلج بود، بچگی فلج بود، تو فیلم قریب اومه بهزایی خودش بازی کرده، تو بچگی میتونید ببینید. این در واقع خمینی تئوریزه کرده این نظام رو، این بیرحمی و این شقاوت رو. و خب خدایی هم که خمینی تبلیغ میکنه، پیروانش تبلیغ میکنن، خدای بیرحم و بیگذشته، خدایی که ویژگی اصلیش عذاب دادن بندگان گناهکارشه و جهنمی رو تدارک دیده که اتفاقا نظام جمهوری اسلامی در روی زمین از همون مدل گرفته و ایده گرفته و اتفاقا مأمورانی در این جهنم هستن که ما بهشون در فرهنگ ما هم اومده میگن مأموران سخت و سنگلن که قلاز و شداد هم هستن و ما انقدر اینو سخت میدونیم که حتی موقع ادا کردنش هم با تشدید میگیم شداد و قلاز. این جهنمیست که در واقع شکنجگاه الهیه، کارون غضبه. و حتی خمینی بارها هم مطرح میکرد، میگفتش که ما عذابی که در اونجا نمیتونیم اصلا برای ما غیر قابل درکه. خب میدونیم صفات اینو گفتن در حتی آیات، در آیات قرآن اومده، در روایات مذهبی هم هست. و این ماموران عذاب تو جهنم اونقدر ببینید اینقدر حتی ترشرو و سختگیرن که شما فقط میتونید ببینید لاجوردی رو درش ببینید و این بیرحم ها رو در اونجا ببینید که از همونجا ایده گرفتن. و ما
اگر نگاه بکنیم به این جهنمی که اینها ایجاد کردن، وقتی که میایم تو جامعه نگاه میکنیم، در تحقیقات نظام، در روایات هم که اومده، میگن قربانیان اصلی جهنم زنان هستند. یعنی اکثریت زنان رو در جهنم، اکثریت قربانیان رو زنان تشکیل میده. و حتی هر همین شما که ملاحظه کنید، زمانی که راجع به جهنم صحبت میکه، به جنسیت صحبت، در رو جنسیت صحبت نمیشه، عامه. میگن آقا مثلا میسوزونن، نمیدونم تیکه تیکه میکنن، گوشت آدم رو میکنن، نمیدونم بوی بد میاد اینا. ولی موقعی که میخواد همین این میخواد اطلاق بکنن به افراد، جنسیت مشخص بکنن، میشه زن. ببینید میگن یک زنی رو از جیسش آویزون کردن، یک زنی رو از پستانش آویزون کردن. این موضوعی است که حتی در روایات اومده. میگن پیغمبر موقعی که به معراج رفتن، اینا این چیزایی که آخوندها همه جا گفتن و میگن، وقتی که برمیگردن به خونه علی و فاطمه میرن و اونجاست که میگن که در جهنم کسایی رو دیدن، جبرئیل برده جهنم رو دیدن و مأمور عذاب رو دیدن، مالک خازن جهنم رو دیدن و ترسیده پیغمبر. وقتی که اومده توضیح میده، مثلا میگه دخترم زنی رو دیدم که از مو سرش آویزونش کرده بودن، چون زنش، چون موش از زنش از نامحرم نمیپوشونده، یا زنی رو دیدم از پستونش آویزون بوده چون از حق شوهرش امتناع میکرده، یا زنی رو دیدم که زبونش آویزونش کردن. و موارد زیادی که من الان چون فرصت نیست به اینها نمیپردازم، ولی این اون جهنمی است که اینها توضیحش رو میدن. ما در زندان هم داشتیم، موقعی که مادن در زندان این جهنم رو ایجاد کنن، اتفاقا قربانیان اصلیش زنا بودن. و با اینکه زنا یه سوم مردا بودن، با اینکه مواضع سیاسیشون بالاتر نبود، اما جهنم رو در زندان، یعنی واحد مسکونی رو و قبر و قیامت رو در زندان، اینها برای زنا ایجاد کردن. و ترکشش به مردها گرفت و مردها در واقع بسیار بسیار از این بابت کمتر تحمل فشار و عذاب کردن در زندان در اون روزها. و ببینید خمینی، دیدگاه خمینی رو عرض می‌کنم، این میگه در واقع جهنم دارالشفای الهیه. این بحث خمینیه. اینهایی که من عرض می‌کنم اون خوب گفته و روش تاکید کرده و نظام از اینجا انگیزه گرفته. میگه رحمت جهنم، میگه رحمت در صورت غضبه. بعد میگه که این جهنم باطنش صورت لطف و رحمت الهیه، برای اینکه مؤمنین تخلیص بشن، برای اینکه این فطرت مخموره که به قول معروف انسان، فطرت مخموره صافی انسان مثل طلا میمونه، که این رو تو عمر اینا یه سری ناخالصی بهش میره، بعد اینو میذارنش توی کوره و بعد پاک میشه. جهنم میگه همینه، میگه رحمته، میگه هر کی رو زودتر بکشینش الان، میگه همین سران استکبار، اگه زودتر بکشید بهش لطف کردید. یعنی این شکنجه‌ای که اینا میکنن میگن لطفه، میگن به خاطر اینکه کمتر گناه میکنه، بعدن در اون دنیا کمتر عذاب میبینه. در واقع جهنم رحمتی است در صورت غضب. برای این رو خمینی بارها گفته و میگه دارالشفای الهیه. و اینها میگه این شکنجه ها چاره منحصر است، تنها راه درمانه. این خمینی مطرح میکرد، میگفت آخر الدواء لکی، یعنی آخرین دواء سوزوندنه. این یک بحث طب قدیم هم بوده، ولی خمینی اینو میاره برای دردهای اجتماعی، میاره توی جامعه و جنایاتش رو به این شکل تئوریزه میکنه. یعنی اینا دارالشفایی رو ایجاد کردن که شکنجه‌گرها خودشو دکتر و روانپزشک دارن. و اینجاست که ما میبینیم که هر کسی به زعم اینها دارای بیماری مزمنتر و بدخیمتری باشه، خب مداواش هم بیشتر به درازا میکشه، بیشتر تو زندان نگرش میدارن، بیشتر شکنجهش میکنن، بیشتر عذابش میدن. و اینه که خمینی به صراحت میگه اون کسی که کشته میشد یا یک زهر کشندهی رو بهش میدید، این خیال میکنه که در واقع این براش بده، در حالی که این شربت به زور باید بهش بدید، به زور کتک هم شده باید بهش بدید، به خاطر که یه رحمته، ولو این که خیال کنه که زحمتی دارید درش ایجاد میکنید. اینها رو در واقع خمینی تئوریزه کرد برای چیزی که امروز در جامعه ما همه داریم میبینیم و شاهد و ناظرش هستیم. در رساله شما اگر ملاحظه بکنید، در رساله ها اومده کافر رو در ردیف خون و سگ و منی و ادرار و مردار و اینها نجس میدونن، یعنی اینکه مقام انسانی ندارند. در نگاه اینها ایمان وجه ممیزه انسانه، این رو باید توجه داشته باشید. و وقتی شما از انسان
اون انسانیتش رو میگیرید، هر بلایی میتونید سرش بیارید و این توجیه شده است. ببینید وقتی که زندانی رو در زندان قرارش میدادن، در شکنجهگاه میدادن، در قبر و قیامت قرار میدادن، میگفتن فشار شب اول قبر رو میخوام بیاریم، چون من تجربهشو داشتم عرض میکنم خدمتتون. وقتی که شما رو میبردن در شب اول قبر، خودشون میگفتن فشار شب اول قبر، با چوب میافتادن تو سرتون میزدن، چون اینا تو ذهنشون هم میگفتن که در موقعی که شب اول قبر برین چنان با گرد میزنن سرتون که صداش میپیچه توی عرش. و اونها در اینجا به خودشون هم انگیزه میدادن، خمینی به اینها انگیزه میداد در که این جنایات رو انجام بدن و میدادن و میگفتن میخواییم شما فشار شب اول قبر رو متوجه بشید. بله آقای، فشار توی قبر بودن. بله آقای مصدقی عزیز، وقت برنامه من تموم شده، خیلی سپاسگزارم. من چند تا سوال اساسی دارم به مناسبت نوروز. من دلم میخواد در این ایام نوروز، برای اینکه مردم ما بدونن در زندانها زیر اون فشارهای شدید شکنجه و کشتار و قتل و غارت که در زندان غارت که حالا چه عرض کنم انجام میدادن، غارت هم بود دیگه، برای اینکه همون دستاوردهای کوچیک بچهای زندانی رو اینا غارت میکردن. میخوام راجع به زیبایی هایی که بچه های ما در زندان ها می آفریدن صحبت کنیم. من میدونم که اشعار بسیار زیبایی در اون زندان ها نوشته شد، داستان های زیادی نوشته شد، زیبایی های زیادی دیده شد، نمیدونم ترانه هایی که همه زندانی ها، جوان ها، دختر ها و پسر ها در زندان ها میخوندن و خاطره زیبایی های بیرون رو در اونجا برای ساعتی حداقل با هم دیگه تقسیم می‌کردن. من دلم خود راجع به این مواردم صحبت بکنیم. و بعد یک سوال اساسی دیگه دارم که در برنامه آینده مطرح خواهد شد، اینکه چرا آقای منتظری که خودش به وجود آورنده ولایت فقیه، تز ولایت فقیه بود، یهو متحول شد و دست به این افشاگری زد. در برنامه‌های آینده شما اینا رو یادداشت کنید، راجع به این مسائل صحبت می‌کنیم. حتما. بسیار سپاسگزارم ازتون آقای مصداقی عزیز، خدا نگهدار. خب عمیانان گرامی، برنامه من به همینجا به پایان رسید. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کرده. یادتون باشه که روزنامه، یعنی مجله هفته‌نامه فردوسی امروز منتشر شد به سردبیری عباس پهلوان نازنین و مدیریت عسل پهلوان نازنین. این مجله رو بخرید عمیانان گرامی، با قیمت خیلی ارزانی هست. من فکر میکنم که شما می توانید این مجله رو به قیمت دو تا شیشه آب تهیه کنید، ولی یک هفته شما این مجله رو در اختیارتونه و می توانید در نوشته های بسیار جالبش استفاده. توصیه می کنم که مجله فردوسی امروز رو بخوانید و ببینید در دنیا واقعا تمام مجموعه اتفاقات که در میهن ما میفته در مجله فردوسی عباس پهلوان و عسل پهلوان منعکس میشه. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردای من که چهارشنبه است و ساعت 8:30 شب به وقت لس آنجلس آغاز میشه و تا 9:30 شب ادامه داره، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.